توی این آموزش می‌خوایم با نحوه مدل سازی سه بعدی رمپ مستقیم توی نرم افزار اتوکد آشنا بشیم. سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر باشه. امین شفیع‌زاده هستم و قراره توی این آموزش با همدیگه یک رمپ L رو به صورت سه بعدی ترسیم بکنیم. خب من که اولا برم تو فاز سه بعدی، خب طبیعتاً همونطور که احتمالاً می‌دونید شیفت رو باید نگه دارم همراه ویل و اینجوری بچرخم و برم به نمای سه بعدی. حالا شروع میکنم به ترسیم. اول به نظر میرسه پلانش رو بکشیم راحت تر باشه. من یک مستطیل اینجا ترسیم میکنم، مثلا در ابعاد به فرض باشه 3.5 متر در مثلا 6 متر. حالا چیزی نیستش که ما محاسبه کرده باشیم، همینجوری فقط داریم با هم دیگه سه بعدی کردنش رو یاد میگیریم. خب یک مستطیل دیگه میکشم در ابعاد از اینجا 5 متر در 5 متر، اینم به این صورت، و این مستطیل رو هم که قرینه میکنم و میندازم این ور به این صورت. از اینجا میخوایم اینجوری بریم بالا، بعد اینجا بشه رمپ در واقع یا محل گردش رمپمون و اینجا هم که بشه پاگرد رمپمون در واقع، و اینجا هم بشه در واقع زانوی دوم رمپمون. خب من بهش ارتفاع میدم، مثلا اکسترود میدم این رو به عنوان مثال به اندازه مثلا 3 متر بیاد بالا تا به اینجا، البته کمتر. یه بار دیگه EXT اکسترود و این رو میارم بالا به اندازه مثلا 2 متر. خوبه، خب طبیعتاً این هم همون 2 متر باید بیاد، یعنی تا اینجا میاد بالا. ببینید این دوتا هر دوتاشون 2 متر اومدن بالا. حالا EXT این یکی رو ارتفاع میدم اندازه 4 متر، درسته 2 متر که خب تا اینجا، بعد از اونجا بعدم که 2 متر دیگه دار. خب برای اینکه به این شیپ بدیم، من اینجا SHA اینتر میکنم و C اینتر که اینجوری در واقع به صورت توپر شما بتونید ببینید، پس SHA اینتر و C اینتر. خب برای اینکه اینجا شیپ رو به دست بیاریم، من کافیه کنترل رو نگه دارم، یه لحظه بذارید، حالت SHA اینتر و هیدن، یعنی H اینتر، SHA اینتر و H اینتر، اینو زدم که به این صورت حالت هیدن بشه. خب حالا برای اینکه به این شیپ بدیم، من کنترل رو نگه میدارم و میزنم روی این لبه و همین سادگی. حالا کافیه که از این گوشه بگیریم و بیاریمش رو به پایین، به چسبونمش رو اینجا، به همین سادگی شیپ دار شد، درسته؟ حالا میایم اینجا دوباره کنترل نگه میداریم، میزنیم روی این. حالا دوباره در راستای محور عمود اینو باید حرکتش بدیم، بیاریم پایین، بیاد تا به راستای اینجا به این صورت، به همین سادگی این شیب رو اینجوری گرفت. خب حالا سوال پیش میاد، ما اگه بخوایم خط بندازیم روی این رمپه، در واقع اون جناقیه روی رمپ رو نمایش بدیم، چجوری باید این کار انجام بدیم؟ اولا خود در وردن آجها که از حوصله این فیلم خارجه، من در قالب یه فیلم دیگه بهتون آموزش خواهم داد، اما اگه صرفاً فقط ما بخوایم اون آجها رو روی این ترسیم بکنیم، خیلی راحت. من اول میزنم UCS Enter و F Enter، یه بار دیگه UCS Enter و F Enter. UCS روی این سطح میچسبونم و Enter رو میزنم. حال یه لاین میکشم L Enter از وسط اینجا به وسط اینجا. خب حالا یه لاین بکشیم از اینجا تا این زل، مثلا تا کجاش، تا به نظر میاد اینجا باید نباشه، درسته؟ خب حالا اینو میرر میکنیم، یعنی MI اینتر این لاینه رو اینتر نسبت به این خط وسط، درسته؟ ببینید اینجوری شد. حالا کافیه همینو مثلا حالا یا اری بکنیم یا کپی بکنیم، تکثیر بکنیم. خب من اری میکنم، AR اینتر، میگم آقا این و این رو، این و این رو بیا تکثیر بکن در سه پت، در سه مسیر، و این مسیرمون باشه به این صورت، به همین سادگی تکثیر میکنیم. خب اگه فاصله بینشون هم خیلی زیاده، شما این فلشه رو بگیرید یه ذره بدید بیا عقب‌تر، مشکل حل میشه. من میارمش تا اینجا بعد نیست. خوبه، خب اینتر رو میزنم و اینو میگیرم ایکس اینتر میکنم، اینو میگیرم ایکس اینتر میکنم که از اون حالت یک پارچه در بیاد، و اون دوتا خط بالا رو دیگه من
دیلیتش میکنم، اینو میگیرم دیلیت و اینم میگیرم دیلیت رو میزنم. حالا کل خطایی که اینجا کشیدیم منهایی البته این رمپه، یعنی شیفت رو نگه داشتم و زدم رو رمپ که از انتخاب خارج بشه، فقط این خطا رو گرفتم. کل اینها میتونن مجدداً روی این قسمت در بیان، یعنی شما یا میتونید دوباره اینجا بکشید یا دوباره اینها رو قرینه سه‌بعدی بکنید نسبت به اینجا و حرکت بدید. من برای اینکه مجدداً ترسیم این رو تمرین کرده باشیم دیگه من قرینه نمی کنم، مجدداً میکشم که شما مجدداً ببینید. بنابراین UCS Enter و روی فیس، روی این فیس میندازمش و یک خط ترسیم میکنم از وسط اینجا به وسط اینجا و بعد یک لاین ترسیم میکنم از اینجا به اینجا، بعد اینو میرر میکنم نسبت به اینجا به این صورت و بعد این رو اری میکنم، این و این نسبت به پت، پتمون هم اینه، مسیرمون اینه، اینجوری تکسیر میکنیم. حالا این فلشه رو میگیرم میارم عقب که فاصله بین اینو کم بشه، کم کم تقریبا شبیه اون بر بشه دیگه، الان خوبه. یه ذره البته باز باید کمتر باشه فاصله بینشون، یه ذره کمتر، الان خوبه. خب اینتر رو میزنم و این رو ایکس اینتر بکنیم و این دوتا رو ازش دیلیت بکنیم. و همین سادگی شما میتونید رمپ ال رو به همراه هاشورهایی که روش وجود داره توی طرح و نقشه سه‌بعدیتون به این صورت به دست بیارید. خب امیدوارم این آموزش به درتون خورده باشه. بریم انشاءالله تا روزهای آینده با آموزش‌های جذاب بعدی که در کنار همدیگه یاد خواهیم گرفت.